هر لپتاپ قدرتمندی میتونه ظاهرهای ساده رو به پیشرفته داشته باشه، اما این مهارت یک برنده که میاد با برش‌های زیبا، ایجاد برآمدگی و تورفتگی‌های جذاب و RGB‌های خاص، یک روح متفاوتی در اون دستگاه میدمه، تبدیلش بکنه به یک خودرو سوپر اسپورت. درود بر شما، من اهورا نیازی هستم و این بررسی یک هیولای پرچمدار از MSI گریدر GE66، بررسی بسیار جذاب. تا آخرش با ما همراهی کنید، راضی خواهید بود مطمئنم. طراحیش به نظر من شبیه به یک خودرو سوپر اسپورته، اگزوزاش این اگزوزای سوپر اسپورته، برآمدگی لوگوی MSI قشنگ حس یه ماشین سوپر اسپورت رو میده، مثل ماشینای دیگه لوگوش بیرون زده، لوگو رو با کیفیت درست کردن، جلوش یه نوار RGB مات داره که این شکلی خیره میشی بهش، در شب بسیار جلوه زیبایی داره و با کیبوردها تطابق رنگی بسیار دوست داشتنی داره. شاید در نگاه اول بگی که این آزاردهنده است، اما نه، این شکلی نیست. یک، بهش خیلی زود عادت میکنه، دو، خیلی کنتراست زیبایی داره. همین پایین داره من ازش استفاده میکنم، من بیش از یک ماه خورده دارم با این دستگاه کار میکنم. جنس بدنی اون از آلومینیومه. لید دستگاه یک دستی باز میشه و شما با یک کیبوردی روبرو هستید که جزیره‌ایه. فواصل بین کلیدها به اندازه است. خود کلیدها خیلی بزرگ و خوبه. تجربه تایپ کردن باهاش بسیار خوشاینده. گرچه همه بدن پلاستیکیه، اما کیفیت بدن بالاست. وزن دستگاه 2.38 کیلوگرمه که وزن کمی نیست، ولی وزنش هم 3 کیلویی نیست. میشه جزء دستگاه‌های قابل هم قرارش داد. 15 اینچیه. یه نمایشگر شاهکار 360 هرتزی داره. بله، درست شنیدید. 360 هرتز که جلوتر به بخش نمایشگرش می‌پردازیم. اما قبل از اون در مورد کیبورد استیل سریسش بگم که یک امضای موفق کیبوردهای برند MSI و در کنار اون ترکپد موسش. ترکپدش خیلی بزرگ نیست، اما نکته باحالش اینه که از قسمت بالاییش تا قسمت پایینیش تاچ داره، اما کلیکی نیست، خازنیه. مثل مثلا ترکپدی که تو مکبوک ها پیدا میکنید. پایینش دو تا کلیک داره، چپ و راست. تو تجربه کاربری که باهاش داشتم ترکپد خوب و دقیقیه. من خودم خیلی از ترکپد استفاده میکنم تو لپتاپ و ترکپد خوب و دوست داشتنی داره. اگه قصد خرید لپتاپ های MSI دارید، یه راهنمایی من بهتون بدم. یه مثلث داره MSI که سری بندی کرده انواع مدلاشو. GT تاپ تریناشه. بعد دو دسته میشن. لپتاپ هایی که تو دسته پرفورمنس هن، لپتاپ هایی که تو دسته موبیلیتی هن. تاپ پرفورمنسشون میشه GE مثل این دستگاه، GE66, 67 تا به بالا. تو دستگاه موبیلیتیشون هم GS جز اوناییه که پورتیبله و همچنان عملکرد قوی داره و هرچقدر مدل ها میان پایین تر، خب طبیعتاً قیمت میاد پایین تر، ولی پرفورمنس رو سعی میکنن حفظ کنن. اگه دنبال یه لپتاپی هستید که پورت‌های زیادی داشته باشه، میتونم بگم این لپتاپ فول پورته. ثاندربولت داره، USB تایپ C داره، USB A نسل 3 داره، جک 3.5 میلیمتری برای کمبو جک هدفون میکروفون داره، پورت فول HDMI پشتیبانی میکنه، RJ45 یا همون اثرنت رو داره، قفل کنسینگتون داره، SD کارت هم میخوره. از طریق پوند ثاندربولتش هم میتونید بهش نمایشگر وصل کنید به جای HDMI، همین که میتونید باهاش دستگاه رو شارژ کنید. تو بخش طراحی این پنل، این نوار RGB بهش میگن آورا. در نگاه اول ممکنه حواستون رو پرت کنه، ولی خیلی زود بهش عادت میکنه. خیلی خب، از پورت ها گذاشتیم، در مورد کیبورد صحبت کردیم، ترک پد طراحی رو گفتیم، بریم سر وقت اسکر اثر انگشت. اسکر اثر انگشت نداره. نداره. این بعد میریم سراغ نمایشگر، جایی که بخ مغزتون میترکه. نمایشگرش 360 هرتز. این نمایشگر مات 360 هرتز جذاب. نمایشگر دستگاه IPS، حواشیش کم نیست، ولی فضای رنگی DCI-P3 رو 100% پوشش میده، یعنی نمایشگر دقیقیه. اگر تدوینگری به دردتون میخوره، اگر کالریست فتوشاپ هستید به دردتون میخوره. حالا نه اون کالریست خیلی خیلی حرفه‌ایه، ولی اگر مولتی مدیا کار میکنید به دردتون میخوره. برای گیم هم که اصلا دیگه شاهکاره. 360 هرتز. تو قسمت بالاییش وبکمش قرار گرفته و الان دارید تصویر وبکمش رو میبینید، در حالی که پشت سر من نور قرار گرفته. محیط پر نوریه. اگر کیفیتش خوب نیست، دیگه از این بهتر نمیتونه کیفیتش باشه. یه دونه عکس سلفی هم بگیریم.
اسپیکرهاش در حواشی دستگاه قرار گرفته، خیلی جمع و جور و کوچولو. اسپیکرهاش حجم صدای خوبی ندارن و از اونجایی که صدا رو به اطراف پخش میکنه برای بازی کردن خوبه، ولی برای فیلم دیدن نه. اما اگر جزو اون دسته کاربران پاور یوزری هستید که همه چی رو انگولک میکنن، این دستگاه یک اپلیکیشنی داره با نام ناهیمیک که میتونید صدا رو در اون تیون بکنید. همین ناهیمیک یه چیت کد برای بازی هم هست که بهتون هشدار میده الان صدایی که داره میاد صدا داره از کدوم سمت میاد. سخت افزار CPU نسل 12700H بسیار جذاب، کارت گرافیک 3070 Ti برای 3060 داره، 3080 هم داره، کانفیگاش متفاوتن. نسخه 32 گیگرم داره، 16 گیگرم داره، ولی ما 16. در بخش فنهاش خودشون میگن کولر بوستر 5 داره، نسل جدید فنهاست که هیت پایپ سینک های قوی تر داره. کارت گرافیک خفن تر شده، سی پی یو خفن تر شده، خب بعد سیستم پخش حرارت قوی تری هم توش باشه که آنچنان نیست. ببین نمیگم دستگاه دچار ضعف میشه تو بازی، اصلا هم چه اتفاقی نمیفته، ولی خب نویز فنها اصلا کم نیست و به اضافه اینه که دستگاه داغ میکنه، یعنی حرارت خروجی هواها داغه و این یه امر طبیعی تو تمام لپتاپ هاست. اما این حرفا رو بذاریم کنار، بریم سر وقت عملکردش در بازی ها. با پشتیبانی از قابلیت ری تریسینگ موجب میشه که بازی ماینکرافت، سایبرپانک، کال آف دیوتی رنگ و لعاب واقعی تری پیدا کنه. بعد مثلا تو بازی کال آف دیوتی پشتیبانی میکنه از تکنولوژی DLSS، یعنی در واقع یه دیپ لرنینگ با سوپر سامپلینگ، دیپ لرنینگ سوپر سامپلینگ که با هوش مصنوعی میاد رزولوشن افزایش میده بدون اینکه کارت گرافیک درگیر بشه. ها باورت میشه؟ یعنی کیفیت افزایش پیدا میکنه، رزولوشن بالاتر میره بدون اینکه به سخت افزار فشاری بیاره. باتریش 99.9 وات ساعته که اگر میرفت بالاتر دیگه اجازه ورود به هواپیما نداشت. در حالت تنظیمات گرافیکی میانه، یعنی حالت سخت افزاری بالانس، 5 ساعت کار میکنه، ولی کلا در جریان باشید. باتری کامپیوت لپتاپتون رو کالیبرم که بکنین عموما عملکردشون به شدت میاد پایین. همیشه به شارژ بزنید. درگاه شارژش شبیه به USB اما USB نیست و متاسفانه این دستگاه با Thunderbolt شارژ نمیشه. اینم در جریان باشین. و شارژرش خیلی هیولا و گندست و سیمش کلفت و کوتاه و خیلی داستان دارید باهاش. 2 ساعت طول میکشه که فول شارژ بشه و اینطوری میتونم جمع‌بندیش بکنم GE66 و کلن مابقی سری هایی که تو بازار هستن خیلی هیولان، خیلی هیولان. یک درد ناراحت کننده ماجرا میدونید چیه؟ اینه که این محصولات کم تو بازار میان. مثلا من میگم GE66 مثل سابق نیست دیگه وارد کننده زیاد وارد بکنه. هر کسی این دستگاه مثلا 500 تا 300 تا اینطوری میاره دیگه نامحدود میشه، میره سری جدیدش میاد. یعنی این محصول ممکنه الان تو بازار نباشه ولی مثلا GE67ش باشه، سری های جدید ترش باشن، کارت گرافیکی 3090 شده یا اصلا رفته تو 4060 4070 اینطوریا. دستگاه جذابیه، کارآمده، ولی عملکرد فنهاش، صدای فنها زیاده، داغ میکنه ولی کارو در میاره. امیدوارم از ویدیو لذت برده باشین.